خدا پرده پندار دریدند یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند فریاد که در ره گذر آدم خاکی بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم خوش آمدید میگم خدمت شما شاگردای عزیز به برنامه خودتان مکتب خادی خاصه درس زبان و ادبیات دری به جلسه 22 رسیدیم دوستان عزیز داستان امروز ما یک حکایتی است از کتاب مصنوی معنوی تحت عنوان کر و همسایه رنجور در ادامه در حوزه قواعد دستوری مفهوم جدید را بررسی نخواهیم کرد بلکه مرور میکنیم قواعد صرفی زبان و ادبیات دری را دوستان عزیز قبل از اینکه وارد درس جدید شویم نمبر ارتباطی ما را در فضای مجازی دنبال بکنید آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما خوبان هستیم دو سف و شست و, چار، اشتاد، و, پینجا و پنج، چهل که میتواند یاری کننده ما در حوزه های مختلف خاصه درس دری باشد. دوستان عزیز برمیگردیم خب شاگردای عزیز و گرامی کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم و سوال جلسه قبل را با هم حل گفته بودیم که قیدهای زمان، حالت و تمنا را با ذکر مثال توضیح دهید قید چیز انواعش را برای شما بیان کردیم و می در این جلسه مرور درس قبل را انجام دهیم خب قید را گفتیم قید چی بود؟ گفتیم که قید کلمه است که در ساختار جمله برای توضیح فعل به کار گرفته می شود دو کلمه بود که در ساختار جمله یا فعل را توضیح می یا اسم را توضیح می اگر در واقع بخواهیم یک کلمه ای داشته باشیم که او کلمه در ساختار جمله ما اسم باشد برای توضیح بیشتر او از صفت استفاده میکردیم میگفتیم چی؟ میگفتیم کتاب خوب خوب صفتی است که برای کتاب که اسمش باشد استفاده میشد و توضیح بیشتر کتاب می یا رنگش را بیان میکرد یا در واقع بویش را یا مزهش را یا کیفیتش را نگاه کنید دوستان کیفیت حالت مختلف اسم را صفت بیان میکرد در حالی که قید چرا بیان میکرد؟ قید بیان کننده یا توضیح دهنده بیشتر فعل بود فعل چی بود؟ فعل کلمه بود که وقوع یک کاری را یا روی دادن یک حالتی را در ساختار جمله توضیح میداد حالی گفتیم که قید را ما وقتی توضیح دادیم تعریف کردیم انواعش را برایتان بیان کردیم حالا شما خواستیم که سه قید کدام قیدها ها؟ قید های زمان، حالت و تمنا را با ذکر مثال توضیح دهید خب برای ما بگویید که این سه تا قید در کجای جمله به کار گرفته می شود خب ابتدا بگوییم قید چی دستان؟ قید زمان یک قید زمان داریم که می خواهیم برایش مثال بزنیم که بیان کننده کیفیت زمان یک فعل است می گوییم امروز مکاتب شروع می شون. امروز مکاتب شروع می شوند یک جمله داریم که کلمه امروز در اینجا چیه دوستان؟ در اینجا قید زمان است که بیان کننده زمان است زمان چی؟ زمان شروع شروع چی؟ شروع مکاتب پس میبینیم که کلمه امروز به چی برمیگرده؟ کلمه امروز به شروع شدن برمیگرده که در واقع چیه؟ فعل جمله ماست پس این میشه قید زمان شما خب قید بعدی چیه دوستان؟ قید حالت قید حالت را میخواهیم بیان کنیم میگوییم که برادرم تند تند غذا میخورد برادرم تون تون قضا میخورد خب بیان حالت بیان حالت چی؟ بیان حالت تون تون چی میشه دوستان؟ قید حالت ما میشود که این قید حالت به چی برمیگردد؟ به فعل شما که چیه؟ خوردنه درسته دوستان؟ به قضا خوردنه که در واقع این قید حالت به او برمیگرده حالت خوردن قضای برادر چگونه میباشد؟ تون تون سری باشد نگاه کنید سری باشد که ممکن است این قضا چون یک قضای بسیار خوشمزه است یا قضای بسیار عالی است باعث شده که برادر ما از این قضا بسیار بسیار, بسیار با کیفیت و با حالت تون تون میل کند خب حالت سوم یا قید سوم چه دوستان قید تمناست قید تمنا گفتیم قید تمنا همون قید چیه؟ هم تمنا به معنای آرزو خواهش ای امرها رو خواهش آرزو رو تحت عنوان تمنا یاد میکردیم میگوییم به طور مثال ای کاش باران ببارد ای کاش باران ببارد وقتی ما میگیم ای کاش یعنی تمنا میکنیم یعنی آرزو میکنیم یک درخواست داریم که این بیان کننده ای چیه تمنا و آرزوی فعل ماست که در واقع چه حالتی ای کاش چیکار شود ببارد نگاه کنید دوستان پس ای کاش به چی برمیگرده به باریدن برمیگرده باریدن باران که نشان دهنده چیست نشان دهنده یک تمنا یک آرزو یک خواسته ماست که در واقع از خداوند می‌خوایم که این کار انجام بشه و پایان بگیرد. پس این قیدها رو دوستان نگاه کنید زمان، حالت، تمنا قیدهای مختلفی هستن که در ساختار جمله کاربرد دارد و یک ویژگی اساسی که تمام قیود یا قیدها دارد دوستان و برای همه قیدها متصور می شود است که قید در ساختار جمله قابلیت حذف را دارد شما به راحتی می قید رو از ساختار جمله از متن جمله حذف کنید به طوری که هیچ خللی هیچ نقصانی در جمله شما اتفاق نیفتد به طور مثال نگاه کنید شما قید رو حذف کنید چی میشود مکاتب شروع میشوند برادرم قضا میخورد باران ببارد نگاه کنید دوستان وقتی این کلمات را از ساختار جمله حذف میکنیم کنار میگذاریم باز هم معنای جمله یک معنای کاملیست. فقط قیدها وقتی می آیند در جمله برای توضیح بیشتر، برای بیان بیشتر او فعل می آید که او فعل را از نظر تمنا، از نظر خاصه، از نظر کیفیت، از نظر حالت و از نظر زمان در واقع مشخص و مبرهن میکند. خب شاگردای عزیز و گرامی، وارد درس نو شویم درس امروز ما حکایتی است از کتاب مصنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از کتاب های بسیار مشهوری که در حوزه قرن هفتم هجری قمری در حوزه ادبیات عرفانی بسیار بسیار شاهکار است بسیار بسیار نصر زیبا و دلکش دارد از فصاحت و بلاغت بسیار خاصی برخوردار است کتاب مصنوی معنوی نوشته جلال الدین محمد بلخی میباشد باشد. میدانی که این کتاب نزدیک در واقع 26 هزار بیت دارد در شش دفتر نوشته می شود که بیان کننده داستان و حکایتهای مختلفی است که در مورد آدم های مختلف، حیوانات مختلف و اشخاص مختلف صورت می گیرد و این کتاب به توصیه شاگرد مولانا جلال الدین محمد بلخی به نام حسام الدین چلبی نوشته می شود که یک کتاب بسیار بسیار مهم در حوزه ادبیات عرفانی است اگرچه کسان دیگری مانند سنایی مانند خیام آمدن و کتاب های عرفانی بسیار نابی نوشتن ولی شاهکار حوزه ادبیات عرفانی تنها و تنها متعلق به مصنوی معنوی و مولانا جلال الدین محمد بلخی است حال می آییم از دفتر اول دوستان از دفتر اول یک حکایتی را می که بیان شده چون بدانی که کتاب مصنوی معنوی 424 حکایت دارد که حکایت شماره 154م این کتاب که تحت عنوان کر و همسایه رنجور است کتاب شما اینجا بیان کرده است که با هم مرور میکنیم خب میگویند که مردی گوشش به درستی نمیشنید و ناشنوا بود خاص به عیادت همسایه بیمار خود برود اما قبل از رفتن با خود فکر کرد که هنگام احوال پرسی باید جوابهای لازم را بدهد و چون حرفهای مریض را نمیشنود باید پیش از پیش پرسشهای خود و پاسخهای احتمالی بیمار را بسنجد و آمادگی لازم را داشته باشد چون گوشهایش نمیشنید کر بود و امسای در واقع به عیادت همسایه بیمار خود میخواهد برود چون گوش نمیشنود پاسخها و سوالاتی که او میخواهد از ما مطرح بکند را با خود این شخص کر مرور میکند حال چه بگوید با خود این پیشبینی و سنجش را کاملا ضروری میدانست زیرا اشتباه در پاسخ یا دادن جواب ناشایسته خود یک کار نادرست و خلاف آداب و اخلاق بود صحنه احوالپرسی پرسی را چنین تصور و پیش کرده بود. سوال میکنم که حالت خوب شده جواب میدهد؟ بلی. میگویم خدا را شکر، بعد از اون میپرسم چه خورده ای؟ او نام یک غذا و خوراک را می گیرد. پس میگویم نوش جانت. در آخر سوال میکنم که طبیب معالج شما کیست و او نام یک طبیب را خواهد گرفت پس میگویم که قدمش نیک است گفت با خود کرک با گوش گران من چه دریابم ز گفت آن جوان چون بگویم چونی ای مهنت کشم او بخواهد گفت نیکم یا خوشم و وقتی نام یک طبیب را بگوید چه میگویم؟ من بگویم بس مبارک یارت او چون که او آمد شود کارت نکو پای او را آزمودستیم ما هر کجا شد می شود حاجت روا این جوابات قیاسی راست کرد پیش آن رنجور شد آن نیک مرد اما وقتی نزد مریض می رود و سوالات پیش بینی شده را مطرح می کند سوال و جواب این شکل را به خود می گیرد او تصوری که می کند درست عذاب در نمی آید چه می شود؟ مرد ناشنوا چطور هستی؟ بیمار جواب می دهد در حال مرگ مرد ناشنوا خدا را شکر مرد ناشنوا میگوید گوید چه خورده ای؟ بیمار که سخت براشفته شده بسیار ناراحت بسیار خشمگین است جواب میدهد زهر مرد ناشنوا میگوید نوش جانت مرد ناشنوا میپرسد طبیب شما کیست طبیبت کیست بیمار که بسیار ناراحت و قهر شده بود گفت حضرت ازرائیل ازرائیل مرد ناشنوا میگوید قدمش بسیار نیک است و نزد هر کسی که رفته راحت و آرامی نصیب او شده است در مصنوی این بخش چنین آمده است در واقع مولانا جلال الدین محمد بلخی به زبان شعر این گونه بیان می کند بعد از آن گفتش چه خورده ای؟ گفت زهر گفت نوشت باد افزون گشت قهر بعد از آن گفت از طبیبان کیست او کو همی آید به چاره پیش تو گفت ازرائیل می آید برو گفت پایش بس مبارک شاد تو بله دوستان حکایتی که خواندیم از کتاب مصنوی معنوی است این حکایت یک پیام اخلاقی دارد یک هدف دارد و میخواهد به شما شاگرد سنف هشتم یک چیزی بگوید هدف چیست میگوید نباید از سخن کسی که فورا در واقع یک سخنی را میگوید یک حرفی را میگوید یک حدیث را میگوید ناآرام شویم ناراحت شویم چرا باید در پی ای برگردیم که علت اصلی او سخن را دریابیم پیدا کنیم تا به نیت اصلی او شخص پی ببریم شاید او شخص کر باشد شاید او شخص در واقع کسی باشد که متوجه نباشد سوال هایی که در واقع ما جواب میدهیم از ناهی او شخص شاید سوالاتی باشد که او انتظارش را از ما نداشته باشد و ممکن است بعضی وقتها دوستان همین سوء تفاهم ها باعث مشکلات بسیار زیادی شود خب شاگردای عزیز و گرامی حکایت کر و همسایه رنجور را شنیدیم پیام اخلاقیش را برایتان گفتیم یه ماحصل اخلاق و حکایت در واقع برای ما اینجا مبرهن و واضح و روشن شد که باید همواره نیت اصلی کسی که برای ما یک سخن را میگوید یک حرف را میگوید باید همواره مد نظر ما باشد تا از صحبت های او از حرف های او ناراحت و رنجور نشویم در حوزه بخش دوم وارد می شویم که در واقع دستور زبان است خب در درس امروز دوستان با یک مفهوم جدید قرار نیست آشنا شویم بس امروز ما یک یادآوری است یک مروری است به درسهای قبلی و در واقع مرور درس های قبل را دوباره با هم دیگر می خواهیم خاطره بازی بکنیم و یادآوری کنیم نگاه کنید دوستان بحث امروز ما مرور قواعد صرفی است که در قالب یک جمله ای که امروز برایتان آوردیم میخوایم او را صرف کنیم میگوییم مردی که گوشهایش به درستی نمیشنید این یک جمله است دوستان مردی که گوشهایش به درستی نمیشنید حال میخواهیم همین جمله را برای شما تجزیه و ترکیب کنیم خب نگاه کنید دوستان در ابتدا کلمه به کلمه وارد میشویم و کلمات را از هم جدا میکنیم کلمه اولی ای ساختار جمله چیست مرد است خب حال مرد وقتی بخوایم تجزیه کنیم نگاه کنید دوستان تجزیه یعنی یک کلمه دارای چه نقشی است چه اجزایی دارد و در قالب کدام یکی از انواع ها جای میگیره در ابتدا میگوی مد یک کلمه مستقل است ما کلمه دو, دو نوع داشتیم یا مستقل بود یا نامستقل کلمه مستقل کلمه بود که دارای معنای مستقل و تام بود یعنی یک معنای کامل را نشان میداد در حالی که در مقابلش کلمه نامستقل داشتیم کلمه ای که به تنهایی معنا نداشت بلکه به کلمات دیگر اضافه می‌شد و باعث ایجاد یک معنای جدید برای یک کلمه جدید میشد خب میگوی مرد یک کلمه مستقل است و نام است یعنی اسم است نه فعل و حرف است چون وقتی تقسیم میکنیم میگیم کلمه سه قسم است یا اسم است یا فعل است یا حرف است پس نشان میدیم که کلمه مرد نه حرف است و نه فعل بلکه اسم است ذات است یعنی چی یعنی در برگیرنده یک شخص خاصی است مفرد است یعنی در واقع جمع نمی باشد تحکید بر چندین انسان ندارد بلکه بر یک فرد مشخص که یک نفر است اشاره میکند عام است وقتی میگوییم عام در مقابل کلمه خاص است عام چی بود عام او کلمه‌ای بود که عام تنا... در مقابل خاص بود و گفتیم عام کلمه‌ای بود که شامل افراد بسیار زیادی میشد در حالی که خاص شامل یک فرد یک شخص یا یک شیء میشد وقتی ما میگوییم مرد عام است خب ما چندین مرد داریم مردان بسیار بسیار زیادی در پهنه است در واقع کره زمین موجود است و نمیدانیم که این مرد کدام است از اون طرف دیگر مذکر در مقابل معنس است معنس که به زن اشاره دارد به جنس زن اشاره دارد در مقابلش مذکر قرار میگیرد که به جنس مرد اشاره میکند در انتهای مرد یک حرف یا داریم درسته دوستان؟ میگویم اولا حرف یا یک حرف نامستقل است یعنی چی؟ یعنی یک کلمه است که به تنهای معنای کاملی را نمی رساند بعد پسوند نکره است پس نشانه ای اسم نکره گفتیم دو چیز نشانه نکره است یکی ابتدای او اسم حرف یک بیاید یکی در انتهای او اسم حرف یای نکره بیاید مردی وقتی میگویم مردی کدام مرد آیا مشخص است او کدام مرد است نهکه مشخص نیست چون مشخص نیست نکره است گفتیم اسم نکره اسم ناشناس است در مقابل اسم معرفه قرار میگیرد که اسم شناساست بعد میگویم کلمه بعدی گوش است مستقل است اسم است ذات است مفرد است عام است مانند اسم بالا در زمره ای اسم قرار. مانند نگاه کن دوستان پس مرد و گوش یک اشتراک داره یکی هر دو تایش چیه چی دوستان هم مستقل است هم اسم است بعد میگویم گوش هایش بعد گوش چی داریم یک حرف یا داریم درسته ها حرف هایی که در گوش ها آمده میگویم نامستقل هست. پسوند جمع نشانه جمع نشانه جمع در زبان دری دو چیز دوستان در انتهای او کلمه یا در واقع حرف ها می آید یا الف قرار می گیرد مانند چی مانند می گوییم درخت درخت ها درخت درختان یا نشانه جمع است بعد از ها چی در واقع می که یک حرف نامستقل دیگری به عنوان حرف یا آمده که اینجا حرف یا گوش هایش در واقع این نامستقل است و سامت میانجیست یعنی دوستان نگاه کنید ما در حالی که در مردی انتهای مردی یک حرف یا داشتیم او یا چی بود؟ او نشانه ای نکره بود در اینجا یا چیه؟ یا حرف میانجیه حرفی که ما بین چند نشانه قرار میگیره و اتصال و ارتباط برقرار میکنه و میانجیگری میکنه در واقع بین کلمات حرف شین چین گوشهایش نگاه کنید دوستان نامستقل از زمیر شخصی وابسته است یعنی چی؟ یعنی زمیر ما انواع زمیر داشتیم دیگه زمیر اشاره داشتیم درسته دوستان؟ زمیر دیگه چی داشتیم؟ شخصی داشتیم زمیر مشترک داشتیم از انواع زمایر حرف شین حرف زمیر شخصیه که در واقع به یک شخص خاصی اشاره میکند خب بعد چی میرسیم؟ به به چی میگوید؟ حرف نامستقل پیشوند قید ساز وقتی که می آید در واقع پیشوندی که کلمه بعدی را قید می سازد حرف چیه؟ حرف ب به یک حرف است و در واقع اگرچه نشانه متمم در ساختار جمله هم هست یعنی چی؟ یعنی کلمه بعدی که بعد از حرف به می آید از نظر نقش دستوری در ساختار جمله همیشه متمم است خب بعد حرف چیه دوستان؟ حرف میه میه چی؟ می نمیشنید درسته نامستقل است پیشوند تصریفی است سیقه استمرار است نگاه کنید دوستان پس بازم یک کلمه مستقل نیست می پیشوند تصریفی گفتیم پیشوندها دو نوع است یا پیشوندها تصریفی است یا کلمه ساز پیشوندهای کلمه ساز بر سر اسم می آمدن در حالی که پیشوندهای تصریفی بر سر چی می آمدن؟ بر سر فعل می آمدن سیغه استمرار است نشانه استمرار است وقتی می گیم نمی شنید یعنی یک کاری که در حال انجام دادن است هنوز خاتمه پیدا نکرده است استمرار داره پیوسته طول می کشد کلمه بعدی چیه؟ شنید دوستان شنید اولا یک کلمه مستقل است چرا؟ چون فعل است بعد از نظر نقش دستوری فعل است در ساختار جمله اشاره بر یک نفر دارد یعنی مفرد است از نظر شخص سوم شخص است سوم شخص چی سوم شخص مفرد چی میگم؟ میگه بگه شنیدم شنیدی شنید سوم شخص مفرد ماضی مطلق است انواع فعل داشتیم فعل ماضی داشتیم مضارع داشتیم و فعل مستقبل داشتیم گفتیم از این انواع وقتی میگیم نمیشنید شنید کدام قسمت است فعل مازی است فعلی که در واقع از نوع ماضی ساده یا مازی مطلق است این بشه دوستان تقسیم بندی یا مرور قاعده صرفی در ساختار زبان دری که در واقع برگرفته شده از زبان عربی است حالی در جلسه بعد از شما شاگردای عزیز میخواییم که قواعد صرفی را با مثال توضیح دهید گفتیم که یک مثال در ساختار یک جمله برای شما زدیم اجزایش را بیان کردیم و برای شما تجزیه کردیم حالا شما می که یک جمله مثال بزنید و او را در حوزه قاعده صرفی برای ما تجزیه کنید خب شاگردای عزیز و گرامی در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید خسته نباشید جلسه امروز خلاص شد عزیزان جان در فضای مجازی ما را دنبال کنید نمبر ارتباطی ما 20964 780 255 4013 آماده دریافت نظرات شما در این زبانان خوب است. عزیزان جان تا دیدار دیگر خداوندیار و نگهدارتان.